تاریخ زبان و ادبیات فارسی چند شهر است که از این تاریخ جدا شدنی نیست. هر کس بخواهد تاریخ ادبیات فارسی را بنویسد، غزنه را نمیتواند فراموش کند. غزنه آنقدر بزرگ است که یک سلسله مهم تاریخی به نام غزنویان به این شهر منسوب است. و شما ببینید در دامن سلاطین غزنوی چه اندازه اثر ماندگار برای زبان و ادبیات فارسی به وجود آمده است. در شعر شاهنامه، در نثر تاریخ بیهقی، این دو کتاب در صدر آثار زبان فارسی قرار دارد، یکی در شعر، یکی در نثر. هر دوی اینها در دوران غزنویان به وجود آمده و در غزنه. شاید همین اشاره کافی باشد. وقتی شما به یک سلسله جبالی مثل هیمالیا نظر می کنید که قله بلندی مثل اورست دارد، می توانید تصور کنید که 100 قله دیگر دارد که اندک کمتر از اورستند و 1000 قله دیگر دارد که 2 پله کوتاه‌ترند. وقتی ما تصدیق می کنیم که غزنه زادگاه تاریخ بیهقی و شاهنامه فردوسی است، اون وقت می توانیم بفهمیم که چطور یک شخصیت بزرگی مثل سنایی به وجود می آید که مولانا آن اندازه خود را وامدار سنایی می داند. بنده در آثار مولانا که نظر می کنم، هیچ شاعری رو در نظر مولانا گرانقدرتر از سنایی نمی‌بینم. این شعر منسوب به مولانا همین معنا رو می‌گوید که عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار آمدی نشان می‌دهد که مولانا در بلخ و قونیه بر سر سفره اندیشه های سنایی غزنوی نشسته بود. انتخاب غزنه به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب درست و شایسته‌ای بود. ما باید این انتخاب رو به همسایگان عزیز افغانی خودمان تبریک بگیم و برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم انتخاب غزنه به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام یک انتخاب مبارک بوده. من همینجا به اطلاع شما دوستان برسانم که ما هم در ایران سعی کردیم به وظیفه خودمون نسبت به غزنه عمل بکنیم. از ماها پیش تصمیم به برگزاری یک همایش بین‌المللی گرفته ایم تحت عنوان زبان و ادب فارسی در غزنه، یا غزنه و زبان و ادب فارسی، و یک هیئت علمی مرکب از بهترین استادان ادبیات فارسی در فرهنگستان بر این همایش نظارت میکنند. مسئولیت این کار هم به عهده استاد محترم جناب آقای دکتر سید محمد دبیر مقدم است که تشریف دارند در جلسه. معاون علمی و
فرهنگستان هستند، ایشان تلاش میکنند در همون جلسه در خدمت استاد محمد سرور مولایی هستیم و آقای محمد کاظم کاظمی که این هر دو بزرگوار اخیراً به عنوان اعضای وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب شدند و ما در این شورا هم در خدمتشون هستیم. از افغانستان و سایر کشورها، تاجیکستان و دیگر جاها هم شخصیت‌های دعوت شدن، مقالاتی فرستادن. انشاءالله در مهر ماه ما یک همایش بین المللی در باره غزنه برگزار می‌کنیم. آخرین نکته ای که باید بگم این است که شهرهای بزرگ مثل آدم‌های بزرگ همیشه در خطرند. وقتی هجومی به یک کشور میشه، دشمنان به سراغ شهرهای بزرگ میرن. هرگه که سنگ حادثه از آسمان رسد، اول بلا به مرغ بلنداشیان رسد. این که میبینید غزنه اینطور ویران شده، این دلیل عظمت غزنه بوده. یعنی هدف تیر بلا بوده در هجوم آرتگران تاریخی. یک جمله هم بگم با آن این است که آقای مختوم رحیم، دکتر مختوم رحیم که از صحبتشون استفاده کردیم، وزیر محترم افغانستان، اشاره کردن به ویرانگری ها و بیفرهنگی های جماعت طالبان در افغانستان و حق هم همین بود، درست هم گفتن. ما هم از اینکه طالبان با مجسمه های تاریخی بودا اون رفتار غیر فرهنگی رو کردن خیلی متاسف شدیم اون زمانی که این اتفاق افتاد. نظیر این اتفاق در غزنی و مجسمه های معبد شاه‌بهار و اینها هم افتاد. ولی برای اینکه بدانید دنیای ما چه دنیاییه، حالا می‌بینیم آمریکایی‌هایی که اون روز چه جار و جنجالی در دنیا راه انداختن بعد از خرابی مجسمه‌های بودا، و یادتون هست که شاید لحظه به لحظه همه این رسانه‌ها و ما شبکه‌های ماهواره‌ای خبر پخش می‌کردن و دنیا رو در التهاب گذاشته بودن که در افغانستان چه اتفاقی داره می‌افته. حالا همین آمریکایی‌ها به دست القاعده که مولود خبیث طالبانه در سوریه میان و مقبره تاریخی 1400 ساله یک صحابی بزرگ پیامبر حجر بن عدی رو ویران میکنن و آمریکایی‌ها پشتیبانی میکنن. میبینید که چه دنیای پر از دروغی ما داریم و تنها راه ما ملت‌ها این است که به فرهنگ مشترک خودمون تکیه کنیم، دست به دست هم بدهیم و دستمون رو به زانوی خودمون بگیریم و تکیه به این قدرت‌های بزرگ نکنیم. اونها طرفدار فرهنگ ما نیستن، هر جایی اقتضا بکنه دلسوزی میکنن، هر جایی اقتضا بکنه برخلافش عمل میکنن. این مایی، ایران و افغانستان و تاجیکستان و کشورهای منطقه که باید در درجه اول همخواه یک دیگر باشیم و خواستار ارزش‌های فرهنگی خودمون صادقانه و برادرانه در بستر اعتقاد اسلام. ما انشاءالله در مهر ماه آینده در خدمت دوستان افغانستانی خودمون خواهیم بود در همایش بین المللی غزنه و زبان و ادب فارسی و امیدواریم بتوانیم دین خودمون رو به این شهر بزرگ و مردمان بزرگمون و به کشور دوست و برادر و همسایه و همکیش خودمون افغانستان ادا بکنیم. برای همه شما آرزوی توفیق میکنم و از حضور در ضمن یک بار دیگه اظهار خوشبختی.